تو صحنه امیر مومنان سلام الله علیه نشسته بودم، یه آقای اومد گفت حاج آقا میدونی سفر چندم کربلای منه؟ گفتم علم غیب که نه. گفت 65. گفتم تقبل حاج خانم کو؟ گفت سفر اول آوردم مرامت. 64 سفر خودت داری میاد؟ گو حاج آقا خرجیشونو گذاشتم. یه نگاه کسی که دین نداره، دین شناس نیست، دین شناس یه نگاه هم میگه اذیت یک زن مسلمان با سفر مستحبی نه جور نمیاد، انصراف دادم نمیاد. اللهم اجعل النور فی بصری والبصیره فی دینی. بعدش چی؟ والیقین فی قلبی. اگه بصیرت فی دینی شد و وقت الیقین فی قلبی میشه، بعدش چی میشه؟ والاخلاص فی عملی. وقت میرسه آدم به اون درجه که الاخلاص. مردم کیان؟ چی 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 میتونید شما به هم من پارسال همین روزا تو بستر بیماری کرونا بودم، شب اول محرم بستر، یه هفته بستری بودم و دیگه تقریبا دو ماهی درگیر بودم. خیلی فکر میکردم این الاخلاص فی عملی بودم برای کی، برای چی؟ بودم این مردم چه خدمتی میتونن به من بکنه؟ چه خدمت؟ هیچ. اوج محبت شما این بود که اگه یادتون بود یه حمد شفا، اگرم حمد شفای اثر نمیکرد و میمردیم بغل حمد چی میذاشتید؟ سه تا قول الله میذاشتید. کاری بیش از این کردید؟ چیزی بیش از این نیست. ما برای کی داری کار میکنی؟ اگه برسه آدم بصیرت فی دینی، بعد بشه یقین فی قلبی، بعد بشه الاخلاص فی عمل. به حق سید الشهدا که همه اینا رو تو کربلا آدم داره میبینه، اون بصیرت در دین رو تو کربلا میبینه. سر پیغمبر رو تنها گذاشتن، چی کار کردن؟ 72 نفر فقط بصیرت فی دینی داشتن، هزاران نفر نداشتن. چی شد بصیرت فی دینی؟ چی شد اخلاص فی عملی؟ چی شد یقین فی قلبی؟